با سلام درود احترام ویژه مردم داخل کشور من هنوز نخوابیدم شب تا حالا چون کاری که دیروز سپا کرد یا دیشب سپا کرد توی عراق که دوستان میشه گور خودشونی کردن نه گور ما شما رو شمارم کندن چون برایش اهمیت نداره همه چی رو باختن به درک که مردم ایران از بین برن برایش مهم نیست من دوستان چهر سال مبارزه میکنم پونزه سال الانی مبارزه میکنم چون آخر آقابت این رو میدوستم کسایی تاریخ خوندن دوستان با تاریخ سر کار دارن هرچند بیشتر تاریخم تحریفه اما میدونن که میفهمیدن که اینا چه خواهن کرد چون کسی رزومه نداره کسی که سابقه نداره برای کار اجرایی برای اینا بیاد ای کار دست بگیره می همین میشه و ما دادیم به دستشون ما به اسم اسلام به نام دین به نام هفتاد تا پول نفت و هر چیزی که بود تموم شد تموم شد الان دارن ما رو تموم میکنند آمریکا سابقه کار در ویتنام داره برای این مسائل در ژاپن هم داره اونهایی که در ژاپن اون کاری کردن چهار تا هواپیمای انتاری زدن به کشتی به ناوگان آمریکا کجا الان دو شهر شهر نابود کرد آمریکا چون چاره غیر نداشت آمریکا حیثیت چه سال زیر ساهار رفته حیثیتش که حقش بود به خاطر یک افرادی سرکار رو بود که ناگاهانه بود شاهنشاه از ایران رفت خوشیت دنیا رفت شاهنشاه از ایران رفت آرامش از دنیا رفت شاهنشاه از ایران رفت آسایش از ایران رفت دوستان شما معمار زندگی خودتون هستید تدبیر شما تقدیر شما رو میسازه آینده شما رو میسازه میخواید حرکت کنید میخواید نکنید من همه رقم صحبت کردم همه رقم گفتم بهتون یه عده خودشون به خواب زدند یه دم خواب خواهند رفت چون الان کاری که آمریکا خواهد کرد میگه ملت ایران پشتیبان اینا از حرکت میکنن پس کسی که پشتیبان کسی است دوست دشمن من دشمن منه من وظیفم گفتن هست میخواید حرکت کنید میخواید نکنید من وظیفه من انجام دادم الان من در بهشت زندگی میکنم اینجا بهتونم بارها گفتم تو کشورم بودم اینجا هستم اینجا که هستم بهشت کره زمین الان جایی که من هستم خوبم زندگی کردم خوبم زندگی میکنم آسان 60 سالگی هستم هیچ آرزویی هم ندارم غیر از آزادی و آبادی کشورم اما دیگه خودتون میدونید دوست دارید که آمریکا بزنه بمباران کنه کشور از بین ببره شما همراه آخونده برید دوست دارید حرکت کنید دست شماست دیگه من نمیتونم بیام به جای شما یک مربی فوتبال گفت من که تو زمین بره بچه گل بزنم من میخواستم بیام ایران کارم هم کردم بریتام هم, هم تهیه کردم اما به من گفتن ما بیای تو فرگاه گرفتنت همون شبم هم اعدامت میکنن اگر میگرفتم به عنوان سیاسی مشکل نبود میگرفتم به عنوان م... آدم مفسد اخلاقی مشکل نبود مفسد اقتصادی مشکل نبود اما رفتن حکم ارتداد من گرفتند ارتداد که ایشون مخالف و علیه اصول دین صحبت کرده حجی حج نرید و گو 24 سه اعدامت میکنن یعنی چیزی رو بهت میچسبونند که اون تتمی مسلمان ها میگن خب خوب کاری کردن این مرتد بوده کاری که در تاریخ سر خیلی بردن دوستان در تاریخ خونه که تاریخ خوندن از این جنگ ها زیاد اتفاق افتاده خیلی از شاهزاده ها خیلی از آدم ها خیلی از مخالفین حکومت اپوزیسیون رفتن کشورهای همسایه دور بر بعد صدها هزار نفر کشته شدن که او یه نفر پس بگیرند داره تاریخ یه جور دیگه تکرار میشه تاریخ داره یه جور دیگه تکرار میشه میفهمید گوشاتونو باز کنید برای شما دارم میگم و شما هایی که اینو میشنوید و ببینید اگر پخش نکنید در جرم و جنایت چهل ساله حکومت شما شریکید هر اتفاق آینده شما هم شریکید خود دانید آمریکا الان از چشم شما میبینه میگه من آمدم از مردم ایران حمایت کنم وقتی نمیخوان من چه کار کنم عین هیروشیما خواهد کرد براش فرقم نمیکنه من نمیخوام شما بترسونم من عین واقعیت ها رو میگم من نمیخوام به کسی توهین کنم اما مجبورم این حرفا رو بزنم که نگم کسی نگفت نگر از مذاکره صحبت کرد نگر فلان کرد من این واقعیت رو بهتون میگم من لخت کردم جاتون گذاشتم تصمیم با خودتونه میخواین حرکت کنید میخواید نکنید حرکت کردید بارگازی رو بردید 24 ساعت حکومت ساخته خودشون هم میذارن چون رای ندارن چرا میره میزنه سفارتو چرا کار دیگه میکنه بدترش میخواد کرد میگه به درک دیگه که واسه من نجوشد توش کلی سگ بجوشد مردم بزن مردم با من همراه بشن بزنن همه داغون کنن حالا خود دانید. من محمدی چهل سال مبارزه کردم سختی کشیدم کشتن فرکشن برای کشورم برای خونم برای زندگیم پونزده سال هم نشستم پای دوربین خب خواه پند گیریم خواه ملال و وظیفم گفتن هست راه کار دادن هست دانشجوها کارمندان دولت معلمین چه معلمی الان وقت وظیفه شماست چه استاد دانشگاهی برای چی برای چی همه درس بدی همه رزیر خاک نابود بشه دانشجو برای چی درس میخونی نخون دیگه فایده نداره اینا این کارا رو میکنن که همه شما نابود بشه بهم دیگه و اونا کیف کنن یک آقایی بود به ناصر عرب یک بار گفتم برای آخرین بار دارم میگم میخوام کلیپ جمعش کنم ای تو بند عباس دستگیر شده بود هفت تا ایرانی رو با خودش در توی بان درگیر کرده بود بعدی که از این بچه ها محمدی بیا با این تو زندان با این ناصر عرب صحبت کن آقا این بدبخت معلم بی تقصیره تو بگی تو باند من نبوده این زن بچهش گناه دارن هیچ تقصیر نشده فقط شب اینا جاد خوابیدم وقتی باش صحبت کردم میخندی گفت به چی میخندی؟ گفت من عربم عشق میکنم هفته ایرانی با من اعدام بشن من ضد ایرانی هستم اینا اجنبی هستند لذتی برای ایران و ایرانی باشه نابود بشه حالا اگه ما ایرانی هستیم تکلیف ما روشنه من محمدی هم گفتم به عنوان یه سرباز پیر شاهزاده گفتم بهتون کسی که دنیا رو گشته تجربه داره و اینا رو دیده و تاریخ خونده بقیه دست خودتونه خدا نگهدارتون